أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب أنفسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي له الفداء وأرواح العالمين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه العظيم وقوله الحق: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. در آغاز خطبه‌های نماز جمعه، خود و همه شما برادران و خواهران نمازگزار را به تقوا و پروای الهی فرا می خوانم، زیرا تقوا سرمایه سعادت بخش حیات ایمانی و آرمانی انسان است. اگر کسی بخواهد در این عالم بر مداری ایمان و آرمان‌های اسلامی زندگی کند، ثمره زندگی او و مدار زندگی او و روش زندگی او باید بر تقوا و حساب بردن از خدا استوار باشد و زنده‌ترین پیام تربیتی نماز جمعه همیشه توصیه به تقوا و پرهیزگاری است. و اما در خطبه اول ادامه سلسله بحث‌های را که خدمت شما برادران و نمازگزاران در دو هفته قبل توفیق بود و اون بحث‌های معرفتی و معنوی را داشتیم، ادامه آن را دنبال کنیم و در خطبه دوم هم اگر توفیق حاصل شد راجع به بعضی مناسبت‌های اجتماعی و سیاسی و تاریخی صحبت‌های را انشاءالله با هم خواهیم داشت. صلواتی عنایت فرمایید. اگر یادی عزیزان باشد، در جمعه قبل بحث ما تحت عنوان مسئولیت‌های معنوی و اجتماعی انسان بود و در حوزه مسئولیت‌های معنوی عرض کردیم اساسی ترین رسالت و مسئولیت انسان ساختن شخصیتی فکری و اخلاقی و اعتقادی خودش است. بدین معنا که انسان آمده است تا در این دانشگاه دنیا فکرش را و عقیده‌اش را و اخلاقش را آن گونه که مرضی رضای خداست تنظیم بکند و بپروراند تا بتواند در مسیری همسو با اهداف آفرینش حرکت نماید. و اگر کسی از خودسازی و ساختن شخصیت معنوی خود غفلت کند، زندگی را و سرمایه های اصیل حیات و عمر را یک جا ممکن است در این عالم ببازد.
در هفته قبل دو تا عامل را بررسی کردیم، یک تحت عنوان محیط، محیط خانواده را و محیط جامعه را جزو عوامل اثرگذار بر ساختن و ساخته شدن شخصیتمون بررسی کردیم و سومین عامل را امروز تحت عنوان اندیشه پاک برای شما مورد بحث قرار میدیم. یعنی ما در کناری که به خانواده خوب نیاز داریم، به جامعه ارزشمدار نیاز داریم، از همه مهمتر به اندیشه سالم و پاک و آرمانی نیازمندیم. و شما می دانید که معمار شخصیت هر انسان فکر او و اندیشه اوست. کسی که در زندگی منفی فکر می کند، قطعا منفی هم تصمیم می گیرد و منفی هم رفتار می کند. و برعکس کسانی که مثبت می اندیشن، ارزشمدار می اندیشن، آرمانی فکر می کنند، این گونه آدم ها مثبت هم تصمیم می گیرند و آرمانی هم حرکت می کنند و در مسیر اهداف و ارزش های والای اسلامی فرصتهایشون را و عمرشون را و استعدادشون را مدیریت میکنن. و به لحاظ دینی هم شما مستحضر هستید که در آیات نورانی قرآن و فرمایشات ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین راجع به اندیشه پاک، راجع به فکر سالم، راجع به یک ذهن مثبت نگر توصیه های بسیاری شده است. توصیه شده است مثبت بین باشیم. اگر خطایی، اشتباهی از شخصی و کسی دیدیم، توجیه کنیم که شاید منظورش اینطور نبوده، شاید اینطور نبوده، شاید اونطور نبوده که ما فکر میکنیم. اسلام میخواهد با بدنگری و بدبینی آدم ها مبارزه کند. میگد فعل مسلم را حمل بر صحت کنید. چرا؟ به خاطری که انسان زمان دوچار رفتار اشتباه میشود که دوچار قبل از اون دوچار بدبینی میشود. اگر کسی رفتار کسی را بد تفسیر کرد، گفت فلان حرفی که تو گفتی منظورت من بودم، منظور منفی داشته نسبت به من، اونجاست که تصمیم به تلافی میگرد که در کجا من آبروی این آدم را ببرم. به دلیلی که یک روزی و در یک جای یک حرف زد که به من برخورد. اسلام میگه مثبت بین باشید. اگر کسی اشتباه کرد، اشتباهش را توجیه مثبت بکنید. و لذا فکر و اندیشه پاک و سالم به عنوان مهمترین عامل اثرگذار بر شکل دهی یک شخصیت سالم و ارزشی و ارزشمدار در اندیشه اسلامی و تفکر دینی مطرح است. و هر کی میخواهد در این دنیا ایمانی و آرمانی زندگی کند، هر انسانی و هر جوانی و هر خواهری و هر برادری اول باید به دنبال فکر سالم باشد. فکر در کجا به سلامتی میرسد و در کجا آفت میبیند، این نکته خیلی مهمه. فکر اگر بر مدار دین و ایمان و خداخواهی و خداباوری و خداگرایی استوار شد، می شود فکر سالم. اگر خدا و خواست خدا و دستورات الهی در متن افکار ما و محور چرخش اندیشه ما قرار گرفت، این فکر می شود فکر سالم. و فکر سالم قطعاً درک سالم را به دنبال خواهد داشت. فکر سالم تصمیم سالم را در پی خواهد داشت. و فکر پاک رفتار ارزشمدار را نیز در پی خواهد داشت.
و جایی که انسان از خدا و ارزش‌های دینی و اعتقادی و فرهنگ‌های سالم اجتماعی جدا می‌شود، اونجا فکر انسان آسیب می‌بیند، یا در معرض ارتجاع قرار می‌گیرد یا در معرض انحراف قرار می‌گیرد. اگر انسان انسان منجمد و ارتجاعی باشد، آفتی برای خود و اطرافیان و جامعه خود هست. و اگر انسان‌های منحرف از مسیر ارزش‌ها قرار بگیرد، باز هم برای خود و اطرافیان خود و جامعه خود عنصر ویرانگر و ضررزننده خواهد بود. بنابراین به همه نسل جوانی که در اینجا حضور پیدا میکند توصیه میکنیم که اگر میخواهید زندگی همراه با آرمانهای دینی و ایمانی را در این فرصت جوانی و عمر دنبال بکنید، و دنبال اندیشه سالم و دنبال افکار سازنده الهی باشید. زیرا همون طوری که عرض کردم، فکر و اندیشه انسان معمار شخصیت انسان است. اگر فکر را به دست رسمها و رواجهای منفی دادید، شخصیت آدم منفی رشد میکنه. و اگر فکر را در اختیار انوار تابان معارف الهی قرار دادید، شخصیت انسان توحیدی و الهی و متخلق به اخلاق حسنی اسلامی شکل میگیرد. و اون وقت است که انسان از زندگی دینی و اسلامی و شیعی و ولایی خود لذت غیر قابل توصیف معنوی را میبرد. فکر وقتی به اصطلاح به پاکی و طهارت و سلامت رسید، خداگرا میشود. میداند که غیر از خدا لا مؤثر فی الوجود الا الله. میداند که غیر از خدا به هر کسی تکیه کنیم زوال دارد. روی هر کسی حساب بکنیم به جای نمیرسیم. با هر کسی به اصطلاح در این زندگی همراه شویم، سرانجام ما را رها میکند و تنها حقیقت ماندگار در این عالم خداست. و هران چی در این عالم از انسان سر میزند، از گفتار و رفتار و اخلاق و نگاه، اگر رنگ خدایی داشت، در این عالم ماندگار میشود. به انسان رو به یاد خدا و ذکر خدا میرساند. آیاتی را از قرآن بخوانیم و ترجمه کنیم برای شما. در سوره آل عمران آیه 190 خداوند می‌فرماید: ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب. میگه در آفرینش آسمان‌ها و زمین و آمد و رفت روز شب نشانه‌های از خداست برای صاحبان خرد و اندیشه. یعنی وقتی به این آسمان نگاه میکند، به زمین نگاه میکند، به رفت و آمد شب و روز نگاه میکند، به تمام آثاری معرف کننده خدا در وجود خودش و در این عالم میبیند، خدا را کسی به یاد خدا میفتد و او را میشناسد که اولی الالباب باشد. این نشان می‌دهد که اسلام برای دانشمند شدن، برای متفکر شدن، برای یک زندگی عقلانی و عقلایی، برای زندگی بر مدار خرد و اندیشه ارزش فوق العاده قائل است. اسلام دین عقلانیت است، دین اندیشه است، دین تفکر است. ولذا اگر کسی اندیشه سالم نداشته باشد، عزیزان توجه کنید، نمونه های تاریخی نشان میدهد کسی که اندیشه سالم نداشته باشد، حتی در محیط سالم هم نمیتواند انسان سعادتمند شود. پسر نوح را در قرآن همه شنیده اید. پسر پیغمبر در خانه پیغمبر در محیط وحی،
اما وقتی اندیشه سالم و پاک ندارد، پسر نوح از خاندان یک پیامبر الهی ترک می شود. وگرنه محیط خانوادگی کاملا سالم هست، محیط وحی، محیط معنا هست، محیط معنویت است. جعفر کذاب را در تاریخ تشیع همه شنیده اید، فرزند امام معصوم هست، در بستر عصمت رشد کرده، محیط خانوادگی کاملا سالمه، کاملا ارزشمداره، کاملا معنوی و متخلق به اخلاق حسنه است. اما وقتی اندیشه سالم نبود، باور سالم نبود، عقیده سالم نبود، تحت تأثیر محیط زندگی قرار گرفت، این می شود جعفر کذاب. بنابراین ما خیلی باید سعی کنیم که در کنار بحث محیط خانواده را که باید سالم نگه داریم، به لحاظ فکر و اندیشه هم درست اندیش بشویم. و اگر درست اندیش نشویم، حتی در خانه وحی در امان نیستیم از شر فتنه و فساد و زلالت و گمراهی و انحراف. و بحث استوار اندیشی یک بحث بسیار جدی هست در مسئله خودسازی و ساختن یک شخصیت سالم برای خودمون. قرآن می فرماید لآیات لأولی الالباب، نشانه های خداشناسی هست برای انسان های خردمند و اندیشه برز. بعد اینا رو معرفی میکنه که انسان خردمند و عاقل چیه؟ می فرماید الذین یذکرون الله قیاما و قعودا. کسی خردمند است در این عالم که در حال قیام و قعود به یاد خدا باشد. یعنی هر تصمیمی که میگیرد، اگر راه میرود، اگر مینشیند، اگر میاندیشد، اگر گفتاری دارد، اگر رفتاری دارد، اگر کنشی دارد، اگر واکنشی دارد، اول حسابش را با خدا تنظیم میکند. خدا اگر رفتار را پسندید انجام میدهد و اگر نپسندید انجام نمیدهد. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا، همیشه به یاد خدا بودن و خدا را در زندگی حاضر و ناظر دانستن نشانه خردورزی دینی و عقلانیت توحیدی است. بعد نفرماید و علا جنوبهم، وقتی هم به پهلو میخوابن باز هم به یاد خدا هستن. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آدم های خردمند کسانی هستن که پیرامون هستی شناسی فکر میکنن که این عالم با این دقت، این خورشید، این آسمان، این زمین، این انسان، این همه موجودات در این نهایت دقت و ظرافت که ساخته شده است، مگر میتواند تصادفی باشد؟ مگر میتواند اثر یک خدای علیمی حکیمی قدیر علا کل شعی نباشد؟ تنظیم نگاه توحیدی به زندگی یک اصل است که میتواند انسان را در مسیر تعالی و سعادت و صلاح و فلاح و پیش ببرد. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، ما چقدر در زندگی اهل اندیشیدن هستیم؟ باید از خود بپرسیم. خداوند این نعمت عظیم تفکر را که به ما انسان ها داده، به خاطر این نبوده که فقط زندگی دنیای خود را مدیریت کنیم که نان از کجا به دست بیاریم و چگونه بخوریم و چگونه بخوابیم و چگونه تولید نسل کنیم. فلسفه عقل و اندیشه در وجود انسان رصد سعادت ابدی و همیشگی است، نه این که صرفا به دنیا چسبیدن و برای دنیای خود برنامه داشتن. تفکرون فی خلق السماوات والارض، میگه در اثر این اندیشه سرانجام به اینجا میرسد که ما خلقت هذا باطرا. میفرماید سراسر زندگی میرسد به اینجا که سراسر زندگی حکمت‌آمیز است. سراسر زندگی نشان از اهداف متعالیه دارد. سراسر زندگی برای ما فلسفه های بسیار ارزشمند را در حقیقت گوشزد می کند. در این کتاب هستی حتی یک سطر، حتی یک حرف، حتی یک کلمه هم بدون حساب نوشتن نشده است.
دومین عامل بیشتر در این بحث نمیپیچیم، دومین عامل دیگری را که خدمتتون در رابطه با خودسازی و شخصیت عرض میکنم خیلی مهمه، همت عالی داشتن. ما در دستورات این دینی داریم که میگه قدر الرجل الا قدر همته. در این دنیا چی میخواید؟ اگر تمام هم و غم انسان دنیا شد، ارزش انسانم به اندازه این دنیا هست. این دنیا ذاتش در معرض نابودی هست و ارزش انسان دنیاگرا هم در حد همین خوردن و خوابیدن و چریدن و لولیدن در این دنیا هست. ولی اگر همت انسان در این عالم عالی شد و متعالی شد، اون وقت است که شخصیت انسان هم علو پیدا می کند، دارای یک مرتبه بلند می شود. انسان وقت عالی نگر شد، اهل گذشت می شود. انسان تا زمانی که همتش پایین، اهل انتقاده، اهل انتقامه، اهل کینه‌توزی هست، اهل عداوت و دشمنی هست. اما وقتی انسان فکر متعالی پیدا کرد، خودش را در آینه محمد مصطفی دید. خودش را در آینه علی مرتضی دید. خودش را در آینه بزرگان و صالحان این عالم دید. از اونها گذشت را یاد می‌گیرد. از اونها بزرگواری و بزرگ منشی را یاد می‌گیرد. وقتی در قرآن می‌خواند اینکل علا خلق عظیم، پیامبر تو شخصیتی هستی که اخلاق بزرگ منشانه داری، اون وقت است که دیگه برای او کینه و کدورت و انتقام و چه کار بکنم و به اصطلاح آدم ها را چطور ضایع بکنم می‌شود ضد ارزش. شما نگاه کنید که اگر در جامعه همه بلند نگر باشند، خطاهای همدیگر را ببخشند، از کینه کدورت‌ها دوری بکنند، بحث انتقام را کلن کنار بگذارند، این جامعه می شود جامعه بهشتی، این جامعه می شود جامعه ارزشی توحیدی، این جامعه می شود جامعه علوی و فاطمی و محمدی. انسان هر چه ضرر میکند از پایین بودن همتش هست. اگر انسان به اصطلاح اسیر هوا میشود، اگر اسیر هوس میشود، اگر اسیر شیطان میشود، اگر اسیر دنیا میشود، اگر تمام اسارت انسان ریشه اش بر میگردد به پس همتی انسان. و لذا مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحییت و سنا که جان عالم به قربان او باد، می فرماید قدر رجل علا قدر همته. قدر انسان ها به اندازه همت انسان هاست. ببینیم ما همتمون در این دنیا دنبال چی هست. بعد در جای دیگه امیر المؤمنین می فرماید من شرفت همته عظمت قیمته. کسی که همت او شریف شود، ارزشمند شود، گران قدر شود، می فرماید عظمت قیمته، به همون میزان قیمت او و ارزش او در منظومه این عالم بالا می رود. یک وقت ارزش ما را آدم ها می سنجد، به لباس ما نگاه میکند، به جیب ما نگاه میکند، به خانه ما نگاه میکند، به موتر ما نگاه میکند، به موقعیت اجتماعی ما نگاه میکند، میگه فلانی اینقدر ارزش داره. یک وقت ارزش را خدا میسنجد، خدا به اینا نگاه نمیکند، به ظاهر انسانها نگاه نمیکند، به اینکه چقدر پول در بانک دارن نگاه نمیکند. امیرالمؤمنین میفرماید من شرفت همته، کسی که همتش بالا بود، در این دنیا دنبال ارزش ها بود، دنبال بندگی خدا بود، دنبال انسانیت بود، دنبال شرافت و کرامت و علم و دانش و خدمت به انسان ها بود، می فرماید عظمت قیمته، قیمت او هم بالا می رود. خدا بر اساس ارزش های معنوی و اخلاقی و عبادی انسان به انسان مقام و موقعیت می دهد. مانند خلق نیست که به ظاهر آدم ها نگاه کند. در جای دیگه باز امیر المؤمنین می فرماید علیکم بالجد و الاجتهاد، همیشه با جدیت و تلاش
برای ساختن شخصیت اعتقادی و معنوی و اخلاقی و فکری خود تلاش کنید، در راه بندگی خدا تلاش کنید، در راه کسب کمالات معنوی تلاش کنید. اونی که انسان را به جای میرساند تنبلی نیست. تلاش لیس للانسان الا ما سعا. انسان در گروه تلاشش هست، در هر مسیری که تلاش کند، به هر میزانی که تلاش کند، به همون میزان موفقیت به دست می آورد. اگر در مسیر بندگی تلاش کردی بنده خوبی میشی، و اگر در مسیر گناه تلاش کردی رنده خوبی میشی، طغیانگر خوبی میشی، خدای نخواسته منافق خوبی میشی، خدای نخواسته اون عصیانگر خوبی میشی. ولی اگر در مسیری ارزش‌ها تلاش کردی بخشنده خوبی میشی، انسان صادق و خود خدمتگزار خوبی میشی، بنده متعالی خدا میشی. میفرماید علیکم بالجد و الاجتهاد و التعهد و الاستعداد، آماده شدن و مهیا شدن. یعنی تلاش کنید که همیشه برای یک مبارزه پیگیر با رذایل اخلاقی و با هدف کسب فضائل اخلاقی مهیا و آماده باشید. حسد به شما رو آورد، باهاش مبارزه کنید. چین کدورت بر سینه تون رو آورد، باهاش مبارزه کنید. بخل و چه میدونم بدبینی بر شما رو آورد، باهاش مبارزه کنید. و در عوض سعی کنید این سینه گنجینه فضائل انسانی شود، گنجینه صداقت و امانت و بزرگی و بزرگمنشی و گذشت و حوصله‌مندی و نصیحت و راهنمایی و خدمت و امثال هم. اگر این مبارزه پیگیر را در زندگی انجام دادیم، قطعا مسیر ما به سمت صلاح و فلاح و رستگاهی ابدی خواهد بود. و اگر غفلت کردیم از اندیشه سالم، غلط به اصطلاح غفلت کردیم از مسئولیت شناسی در مسیر بندگی، اون وقت است که ممکن است سرمایه زندگی را و هستی را یک جا ببازیم. و امیدواریم که چنین چیزی برای اهل مجلس ما هرگز رخ ندهد. مؤمنان نمازگزار نماز جمعه، به خصوص نسل جوان، از این پایگاه نشر معارف دینی و اسلامی و ولایی، درستندیشی را و حلمت عالی را بیاموزن و عمر را با اندیشه پاک و حلمت عالی زندگی بکنن. بر محمد و آل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى علي أمير المؤمنين آيتك الكبرى والنبأ العظيم وعلى الصديقة الطاهرة وعلى الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم منتظر المهدي بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله مجددا خود و همه نمازگزاران ارزشمند نماز جمعه را به تقوا و پروای الهی فرا می خوانم.
زیرا تقوا تنظیم کننده نگاه و اندیشه انسان و ان تنظیم کننده درست نگاه و اندیشه انسان به ارزش‌های متعالی زندگی است و انسان متقی قطعاً اندیشه پاک دارد و انتخاب‌های ارزشمدار خواهد داشت. ما زمانی دچار مشکل می‌شویم که از محور تقوا دور می‌شویم، وقتی از این محور و از سنگر تقوا دور افتاده‌ایم ممکن است که عمر ما در حقیقت شکارگاه شیطانان و شیطان صفتان جن و انس قرار بگیرد، به امید این که خدای متعال همه ما را، دین ما را، ایمان ما را، اخلاق ما را، اندیشه ما را در سنگر ایمان به خدا و تقوای الهی حفظ بفرماید، صلواتی را عنایت کنید. خطبه دوم را با این آیه مبارکه شروع می کنیم که در قرآن می فرماید و اعید لکم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله. یک اصل قرآنی است که جامعه اسلامی و امت اسلامی باید اونقدر قوی و من نیرومن باشد و اونقدر مجهز به ابزارالات روز باشد که دشمنان دین و خدا و قرآن از هیمنه مسلمانان، از عظمت امت اسلامی ترس داشته باشند. بلیزا خدای متعال برای امت محمد مصطفی هرگز ذلت را و زبونی را و ترس از دشمنان خدا را نمی پسندد. بحث دیگری را که باز اسرائیل انجام داد، قطع همکاری با بخشی از سازمانهای امدادی بین المللی به نام آنروا بود. در مجلس خود تصویب کردند که دیگر این سازمان حق فعالیت در فلسطین اشغالی را ندارد، در حالی که وظیفه این سازمان چیزی حدود 70 سال رسیدگی به اوضاع آشفته بهداشتی و غذایی به کسانی بود که در اثر جنگ بی خانمان می شدن، خانه‌شون رو از دست می دادن، دستشون رو از دست می دادن، پایشون رو از دست می دادن. اسرائیل برای این که بتواند در غزه نسل کشی بکند و مسلمانان را برای همیشه نابود بکند و یک دست یهودی سازی بکند، حتی فعالیتی سازمان به اصطلاح این نهاد امدادگری سازمان ملل را هم تعطیل کرد و این نشان می‌دهد که اسرائیل از یک درنده خویی مطلق برخوردار است که هر آنچه در مسیر منافع او قرار بگیرد حاضر است همه مسلمانان دنیا را نابود بکند تا حیات منفی و نامشروع این رژیم جعلی ادامه پیدا بکند، که قطعا انشاءالله در اثر تفکر مقاومت عدالت‌خواهی و ظلم ستیزی که در منطقه شکل گرفته هرگز به منویاتشون نخواهند رسید، خود و اربابانشان در آینده انشاءالله شرمنده تاریخ خواهند شد. دومین مناسبتی را که در رسانه ها بود، این بحث تاریخی هم نیست، هفته قبل یونسکو اعلام کرد که در کابل پایتخت افغانستان تا 6 سال دیگر بحران شدید آب به وجود می آید. این یک زنگ هشداره هم برای ملت افغانستان و هم برای مسئولین و گردانندگان کشور و دولت سرپرست طالبان. از جمهوری خواهان که جز خیانت و جز دزدی و جز مسئولیت گریزی چیزی برای ملت افغانستان ارمغان نماند. شما نگاه کنید، پایتخت کشور با بحران آب مواجهه و آب مایه حیاته، و اگر در پایتخت آب نباشد کلن زندگی مردم کابل ضرب در صفر میشه.
ولی در 20 سال این همه سرمایه وارد افغانستان شد، میلیاردها دلار آمد، ولی هرگز دولت دزدهای جمهوریت به فکری آوردن آب و به فکر این که یک طرح زیربنایی را در کشور روی دست بگیرند که حیات مردم به مخاطره نیفتد هرگز چنین اقدامی نکردند. و متاسفانه 3 سالی که از حضور دولت طالبان هم می‌گذرد هنوز این طرح حیاتی به زمین مونده و کاری اون چنانی که باید برایش صورت بگیرد صورت نمی‌گیرد. بدون جاده میشه زندگی کرد، بدون پارک میشه زندگی کرد، اما بدون آب نمیشه زندگی کرد. ما امیدواریم که هر چه زودتر مسئولین دولت سرپرست طالبان به این نتیجه برسند که اگر میخواهند پایتخت کشور را از بحران نجات بدهند و بیش از این باعث سرفگندگی ملت افغانستان در دنیا نشوند، برای آب کابل باید بیشتر فکر بکنن، سرمایه ها را به این سمت اختصاص بدهن. شما یک لحظه تصور کنید در دنیای این خبر بپیچد که پایتخت افغانستان آب ندارد، اون وقت چقدر مایه سرفگندگی است، مایه سرفگندگی ملی در دنیا می شود، ملت افغانستان غرورش می شکند، عظمتش زیر سوال می رود، مدیریتش زیر سوال می رود. اینا مسائل است که مسئولین باید باش توجه بکنن و از این هوشدار باید ولایات هم پند بگیرن. والیان محترم باید برای مصرف بیرویه آب در استانها و ولایات کشور باید طرح داشته باشن، باید فکر داشته باشن. امروز بحث بحران آب در کابل مطرح، فردا در مزار شریف شاید مطرح شد، پس فردا در هرات مطرح خواهد شد، در قندهار و جلال آباد و غزنی و امثال هم مطرح خواهد شد. اگر این گونه که مردم افغانستان شروع کرده اند با این ابزارالات شمسی ذخیره های زیرزمینی را خالی بکنن، ممکن است در چند سال آینده اساسا کل کشور با بحران آب مواجه شود و اون وقت زندگی در افغانستان کلن ضربه در صفر خواهد شد. بحث دیگری را که میشه امروز باز مطرح کرد، ما در آستانه سالگرد ولادت قهرمان کربلا زینب کبرا سلام الله علیها قرار داریم. زینب کبرا سلام الله علیها در تاریخ فکری و فرهنگی و اعتقادی ما به عنوان قهرمان صبر مطرحه. از این دختر علی در تاریخ یادگاران بزرگ باقی مانده است. ما زینب را قهرمان میشناسیم که بعد از حادثه عاشورا تمام رسالت انبیا و اولیای الهی روی شانه های زینب کبرا سلام الله علیها تکیه کرد و این انسان وارسته مؤمن متعهد درست اندیش این رسالت را و این مسئولیت را به بهترین وجه و به شایسته‌ترین وجه انجام داد. کاروان کربلا را حرکت داد، برد کوفه را به هم ریخت، شام را به هم ریخت، تمام قدرت پوشالی بنی امیه را با تکیه بر منطق علوی و فاطمی و صبر حسنی و شجاعت حسینی به هم ریخت و فاتح و پیروزمندانه به مدینه منوره برگشت. زینب برای ما الگو هست، هم الگوی صبر، هم الگوی شجاعت، هم الگوی استقامت، هم الگوی حجاب، هم الگوی عفاف، هم معلم، هم راهنما هست، هم آموزگار هست. مردم، خواهران، برادران، جوانان، قدری سرمایه معنوی بی‌نظیری به نام زینب کبرا را ما باید بدانیم و راه و رسم زندگی ایمانی و آرمانی را از دختر بزرگ علی، از جلوه تام و تمام فاطمه با
باید یاد بگیریم که او چگونه بر مصیبت‌هایی که بر او وارد شد صبر کرد. و وقتی که در مجلس ابن زیاد به اصطلاح وارد شد، چگونه با منطق کوبنده علوی و فاطمی تمام حیمنه ابن زیاد را به هم ریخت. میگن وقتی زینب کبرا وارد شد، اون چنان با غرور وارد شد که به اصطلاح ابن زیاد به هم ریخت، تکان خورد، گفت من هذه المتکبره. گفت این زن متکبر کیست؟ زینب با اون چنان غرور وارد شد تا حیمنه پوشالی ابن زیاد را به هم بریزد. زینب گفتن هذه بنت علی، هذه زینب بنت علی، گفتین زینب دختر علی است. ابن زیاد میگه شروع کرد به شماتت کردن که دیدی خدا با برادرت چه کار کرد؟ در کربلا این طوری شد، اون طوری شد. زینب کبرا دو جمله فرمود، عرض کرد نیل استصغرک، من تو را کوچک میشمارم، تو کوچکتر از آنی که راجع به کربلا و حسین من و ابوالفضل من و اون عظمت تاریخ تو بخوای قضاوت کنی. بعد فرمود ما رأیت الا جمیلا. این جمله زینب کبرا مثل تیر بود که در قلب ابن زیاد شلیک شده باشد، همه مجلس را به نفع تفکر عاشورایی و حسینی مدیریت کرد. در شام کار کرد که همه شامیان خاک به سر می کردن. در کوفه حرکتی کرد که کوفیان خاک به سر می کردن. یک تنه زینب تمام دستگاه باطی را شکست داد و این به ما می آموزد که در مسیر حق شکست وجود ندارد. شهادت وجود دارد، سختی وجود دارد، اسارت وجود دارد، کمبودها وجود دارد، اما هرگز شکست وجود ندارد. ابن زیاد هرچی سعی کرد، یزید هرچی سعی کرد که برای زینب خط و نشان بکشد، در برابر همش گفت کید کیدک، هرچی توان داری به کار بگر، اس اس ایک، هرچی تلاش داری بکن، والله لن تمحو ذکرنا ابدا، به خدا قسم هرگز یاد ما را و نام ما را و نام جد ما را و نام پدران ما را و نام حسین ما را نمی توانی از این عالم محو کنی. این است منطق زینب کبرا سلام الله علیها. اینا نشان می دهد که ما در تفکر دینی و اعتقادی خود به کدوم سمت باید بریم و از چی الگوهای پیروی بکنیم. امیدواریم خدای متعال به ما اندیشه زینبی و ایمان زینبی و عفت زینبی و نجابت زینبی برای خواهران و مادران ما عنایت فرماید. سرانجام تقدیر و تشکر میکنیم از یک خیری عزیزی که هفته قبل اومدن و از یک سری احتیاجات پرسیدن و برای این مسجد فوم خریدن و این جزء باقیات صالحات ایشون شد و ما از باب این که من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق خواستیم ادای وظیفه بکنیم که یک عزیزی، یک انسان خیراندیشی، یک احساس نیاز را اینجا خلاصه برطرف کرد و امیدواریم که این جزء باقیات صالحاتش قرار بگیره و خداوند خودشون رو حفظ بکنه و فرزندانشون رو حفظ بکنه و همچنین خداوند انبات و گذشتگان این عزیز رو بیامرزد و به همه ما هم توفیق خدمت به اماکن دینی و مذهبی من را عنایت فرماید. پروردگارا فرج مولامون مهدی را نزدیک و نزدیکتر بگردان، ما را از جمله شیعیان و عاشقان و دلدادگانش قرار بده. اله ما را آنی و کمتر از آنی به خودمان و مگذار. پروردگارا عزیزانی که نماز جمعه را یاری میکنن، سعادت دنیا و آخرت برایشان سعادت دنیا و آخرت برایشان عنایت بفرما. عاقبت امر همه ما را ختم به خیر قرار بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.